قدر مطلق زد یک منهای زد صفر تقسیم بر زد منهای زد صفر به توان ان ان از صفر تا بی نهایت همگراست. چرا همگراست؟ الان کوچکتر از یک دیگه سیگما در واقع کا یا کار از رنجش قبل لاندا آر به توان ان از صفر تا بی نهایت برای قدر آر کوچکتر از یک همگراست، همگرا یک نواخت هم میشه. این کوچکتر چون همگراست و چون قدر مطلق این کوچکتر از این عبارت شده، پس این همگرا همگرایی چی هستش؟ یک نواخته. بنابر تست ام وایرشتراس، بنابر تست ام وایرشتراس در واقع چی داریم؟ سیگمای اف زد در واقع سیگمای زد یک منهای زد صفر به توان در اف زد به روی زد منهای زد صفر به توان ان و علاوه یک ان از صفر تا بی نهایت همگرای یک نواخت، همگرای یک نواخت است. ببینید چرا همگرای یک نواخت میخواد؟ همگرای نواخت که حد از انتگرال عبور کنه. حالا انتگرال که من بخوام از این بگیرم، انتگرال چیه؟ پشت این انتگرال وارد میشه. انتگرال وارد چی میشه؟ این عبارت میشه. نتیجه میگیریم انتگرال یک بر دو پی آر انتگرال اف زد دی زد بر زد منهای زد یک بتاون دی زد رو مرز سی یک مساوی است با سیگمای اینجا زد یک منهای زد صفر بتاون ان انتگرال اف زد دی زد بر زد منهای زد صفر به توان ان به اضافه یک، یک بر دو پی آی هم بیارم پشت سر این رو سی ان از صفر تا بی نهایت. فقط یادمون نره که اگر اف ان ها همگرای یک نواخت به اف باشن، انتگرال اف ان هم همگرا میشه به انتگرال اف. از این داریم استفاده میکنیم. ایشون اول اومد گفت چی؟ یه سری این که در نظر سریعت تابع در نظر میگیم، این سری اگه هم به یک نواخت باشه انتگرال میاد داخل، که اول ثابت کرد طبق تست انوارشتراس همگرای یک نواخته، پس انتگرال این مساوی چی میشه؟ انتگرال ای بار داخل میشه. اما انتگرال اف زد دی زد بر زد منهای زد صفر به اضافه ای در واقع مشتق تابع اف هستش دیگه، در نقطه زد صفر مشتق انومش. پس بنابراین چیزی که به دست میاریم همون در واقع قضیه تیلور هست که بخش اول که به دست میاد یک بر دو پی آی عبارتی که به دست آن ها برده. خب در سری لوران آن رو تعریف کردیم چی؟ انتگرال اف زد بر زد منهای زد صفر به توان این به اضافه دی زد. پس تو بخش اول این حساب میشه انتگرال اف زد دی زد بر زد منهای زد یک به توان دی زد رو مرز سی یک بر دو پی آی این مساوی است با سیگمای آم در زد یک منهای زد صفر به توان ام ان از صفر تا بی نهایت، که آرم شما چیه؟ آرم شما هست انتگرال اف زد بر زد منهای زد صفر به توان ام به اضافه یک دی زد رو مرز سی این از این قسمت. خب که الان اگه توی قسمت قرار بدم با این فرض و مسئلهی که نوشتم، بخش اول این مسئله رو ثابت کردم F Z1 مساوی شد با یک بر دو پی آی قرار بدم به جاش این رو شده سیگمای آن Z1 منهای Z صفر به توان N N از صفر تا